به نام خدا، خدمتتون عرض کنم. خیلی خوشحالم که بعد مدت برگشتیم و تو لیگ برتر حضور داریم، جایی که فکر میکنم واقعا علاقه متعلق بهش بود و جاش کاملا خالی بود. به هر حال مطمئنا شناخت خیلی زیادی از همدیگه ندارن تیما، تغییرات زیاد بوده تو هر تیمی، ولی چیزی که از پیکان میدونیم اینه که تقریبا تیم یکی دو سال اخیرش رو حفظ کرده، تیم جوان و خوبی رو داره، دونده جنگنده هستن. از اون طرف ما هم فکر میکنم به همراه پیکان جز جوانترین تیمهای لیگ هستیم با میانگین سنی بسیار پایین و میریم فردا ببینیم چه اتفاقی تو زمین میفته. والا همون چیزی که به هر حال صحبت شده صحت داره. من فکر میکنم واقعا تمرکز لازم رو نداشته سیاوش و من و مجموعه ملوان به فکر تیم و شهرمون هستیم. مطمئنا کار تیمی مهمه، امیدوارم که کمک کنیم مشکل سیاوش هم حل بشه و به اون چیزی که دوست داره برسه. اون چیزی که مشخصه مطمئنا بین ما جایی نداره، با تمام احترامی که واسش قائلم، چون واقعا تمرکز لازمون نداره تفلک و به هر حال پیگیر مسائل خودش هست. اون چیزی که مسلمم به فکر گفتم خدمتتون ملوان و کار تیمی هستم و هر کسی که در اختیار تیم باشه. مشخص که من ارزشگاه باید برز، یعنی من اصلا حتی این فکرش هم میکنم بیرون انزلی بازی میکنیم، واقعا تا حالا این تمرکز حتی نشتم که بریم بیرون بازی کنیم، باید تو انزلی بازی کنیم و فکر میکنم مشکل خاصی هم نباشه. مطمئنا چمن ما در حال حاضر یکی از بهترین چمنهای ایرانه. حالا مسائل بعدیش و حالا سکو اینجوزا رو خیلی در جریانش نیستم، ولی حتی اینکه فکرم بکنیم که تو انزلی بازی نکنیم فکر کنم واسه ما سخت باشه و مطمئنا منتظر این هستیم که با استقلال تو انزلی بازی کنیم. اتفاق خاصی نیفتاده، توی یه مقطع سری مسائل بود و هیچ مشکل خاصی وجود نداره در حال حاضر. مطمئنا منتظر هستیم که اتفاقای خیلی بهتری بیفته واسه ملوان، ولی در حال حاضر که اینجا نشستم با شما صحبت میکنم مشکل خاصی وجود نداره و تمام تمرکز ما برای بازی فردا و بازی‌های آینده می‌شروعه.